در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از مذاکرات وین، لغو مجوز رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی، مجوز آمریکا برای سهولت ورود واکسن کرونا به کشورهای تحت تحریم و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر روز شنبه 29 خرداد، شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به 178 میلیون و 700 هزار و آمار بیماران فوتی به 3 میلیون و 870 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 163 میلیون و 200 هزار نفر از کرونا بهبود یافتند. برزیل با وجود واکسیناسیون گسترده، روز جمعه بالاترین آمار مبتلایان روزانه خود را از ابتدای همه‌گیری ثبت کرد. شمار کلی فوتی‌های این کشور نیز در آستانه عبور از مرز 500,000 نفر قرار دارد. کولومبیا از دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز همچنان شرایط وخیمی را تجربه می‌کند. روسیه هم با افزایش قابل توجه مبتلایان و فوتی‌های روزانه روبرو شده. این در حالی است که آلمان موفق شده شمار مبتلایان روزانه خود را به کمتر از 1000 نفر برساند. در بریتانیا نیز با وجود اینکه گونه دلتای کرونا باعث شده شمار مبتلایان بار دیگر از مرز 10,000 نفر فراتر رود، میزان فوتی‌ها همچنان پایین گزارش می‌شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که گونه دلتا که نخستین بار در کشور هند مشاهده شد، در حال تبدیل شدن به گونه غالب کرونا در جهان است. در سوی دیگر جهان نیز اندونزی با افزایش شدید مبتلایان و فوتی دست و پنجه نرم می‌کند. تعداد فوتی‌های روزانه افغانستان هم برای نخستین بار از ابتدای همه‌گیری به بیش از 100 نفر افزایش پیدا کرد. تازه‌ترین خبرها از مذاکرات وین. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که برای احیای توافق هسته‌ای باید تا زمان تشکیل دولت جدید ایران صبر کرد. عباس عراقچی، رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات وین، در واکنش به این اظهار نظر گفته است که احیای برجام منوط به برآورده شدن خواسته های کلیدی و رفع نگرانی های ایران است و هر زمان این اتفاق بیفتد توافق هسته‌ای احیا می شود. عراقچی همچنین گفته است که اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار امیدوارم که توافق در همین دولت انجام شود. با این حال میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، اعلام کرده است که احیای موفقیت‌آمیز برجام نیازمند زمان بیشتری است. لغو مجوز رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی. مجلس نمایندگان آمریکا مجوز رئیس جمهوری این کشور را برای استفاده از نیروهای نظامی لغو کرد. این مجوز که در سال 2002 صادر شده بود، راه را برای حمله آمریکا به عراق در سال 2003 باز کرد. دونالد ترامپ نیز برای قانونی جلوه دادن عملیات ترور سردار سلیمانی به همین مجوز استناد کرده بود. در صورت تصویب در مجلس سنا، این طرح به قانون تبدیل می شود. آوارگی 82 میلیون نفر در جهان با وجود همه‌گیری کرونا. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است با وجود محدودیت‌های گسترده مربوط به کووید 19، تعداد افرادی که در سراسر جهان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند به 82 میلیون نفر نزدیک شده است. آماری که رکورد‌های پیشین در این زمینه را شکسته است. طبق اعلام آژانس پناهندگان، تعداد آوارگان جهان در یک دهه اخیر دو برابر شده و هم‌اکنون شامل 1% جمعیت کره زمین می شود. علاوه بر آوارگان داخلی، پناهجویان سوری نیز با جمعیت 6 میلیون و 800,000 نفر همچنان رکورددار مهاجرت در جهان هستند. پس از سوریه، ونزوئلا و افغانستان هم در رتبه های بعدی قرار دارند. مجوز آمریکا برای سهولت ورود واکسن کرونا به کشورهای تحت تحریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزهایی برای کشورهای تحت تحریم خود صادر کرده است که با آن بتوانند با قدرت بیشتری با همه‌گیری کرونا مبارزه کنند. این مجوزها باعث می‌شوند اقلامی مانند ماسک، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و واکسن کرونا با سهولت بیشتری به کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا و سوریه وارد شوند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه ژانویه دستور داده بود که هر گونه تحریم و محدودیتی که باعث ایجاد اختلال در روند کنترل همه‌گیری کرونا در کشورهای تحت تحریم می‌شود، باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. درخواست سازمان ملل برای توقف ورود سلاح به میانمار.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه خواستار توقف ورود سلاح از کشورهای مختلف به میانمار شد. این سازمان همچنین از رهبران کودتای میانمار درخواست کرد که با احترام به نتیجه انتخابات رهبران بازداشت شده این کشور از جمله آنگ سان سوچی را آزاد کنند. پس از گذشت چندین ماه از کودتای 1 فوریه ارتش میانمار علیه دولت آنگ سان سوچی، این قطعنامه با حمایت 119 کشور صادر شد.